خودخواهی و لجبازی و غیر قابل انعطاف بودن یک بیماری مزمن است. امیدوارم هرگز گرفتار آن نشویم. البته لجبازی با اینکه روی ارزش‌ها و معیارهای حساب شده خودت بیستی، باور خودت را زندگی کنی و نشخار کننده عقاید دیگران نشوی و باور باورهای دیگران را در دهانت نگذاری، خیلی تفاوت دارد. شاید البته تو تنها فردی نیستی که معیارهای زندگی برایت ارزشمند است حتی اگر نتوانی آنها را در اطرافت ببینی وقتی ایلیای نبی از بیمهری دیگران خسته شده فریاد زد من به تنهایی باقی مانده ام خدا گفت همین حالا هفت هزار نفر هستند که زانوهایشان هنوز در برابر بتها خم نشده. از آن وقت ایلیا شگفتی هایی را تجربه کرد که تا آن موقع ندیده بود. نگذار احساس تنهایی تو را از صحنه زندگی بیرون بیندازد. وقتی فکر می کنی همه انسان ها بی وفا و غیر قابل اعتمادند و دیگر هیچ انسانیتی وجود ندارد به حضور خدا برو و بگذار خدا چشمان قلبت را باز کند. آن وقت در حضور خدا چیزهایی خواهی شنید و خواهی فهمید که شادابی و انگیزه لازم ادامه زندگیت را او به تو خواهد داد زیرا تا فیض خدا هست انسانیت شرافت و وفاداری تمام نشده حتی اگر تو نبینی بنابراین هرگز از رفتار بد مردم ناامید نشو بلکه از بستر نتیجه گیری های محدودت برخیز و با ایمانت به دنبال افرادی با رفتار خوب باش. تداوم باور تو به انسانیت شرافتمند و قابل اعتماد حتما انسانهای خوب و شرافتمند را به طرف تو خواهد کشنید.